دعای خرافی قزوینی برای فاطمه رضی الله عنها. خدایا تو را قسمت می دهیم با آبروی زهرا، هر چه سری تر فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما بر تمام بیماران، مخصوصا اونهایی که التماس دعا دارن، زنگ زدن، ایمیل زدن، پیامک فرستادن. خدایا با آبروی حضرت زهرا همه مرز، مخصوصا این عزیزان بیمار دارن، بیماری دارن، گرفتاری دارن، بر تمام بیماران لباس عافیت بپوشان. حوائج همه را برآورده نما، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، عزیزان که تکرار برنامه را میبینن. خدایا با آبروی زهرا، با آبروی زهرا، با آبروی زهرا حوائج همه و همه را برآورده نما. خدایا اسمت زهرا دعای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم رحمت الله. قسم دادن الله متعال به کسی یا چیزی از جمله انبیا، رسول و بیت الله الحرام و غیره، نه در قرآن و نه در احادیث و نه از زبان اصحاب رضی الله عنهم ذکر شده، بلکه از زبان عربها در زمان جاهلیت نقل شده است. آنها به غیر الله قسم می‌خوردند، از غیر الله حاجت می‌خواستند، اما هنگامی که اسلام آمد، مانع از قسم به غیر الله و حاجت خواستن از غیر الله و بقیه اعمال شرکالود شد. حال جناب آیت الله با استناد به کدام روایت صحیح الله را به آبروی فاطمه قسم می دهد؟ الله متعال می فرماید: مرا بخوانید، من شما را اجابت می کنم. حال اگر انسان با تضرع و زاری بزرگترین پادشاه عالم را بخواند، آیا لزومی به قسم دادن او هست؟ و اگر انسان او را به کسی قسم دهد، آیا صفت رحمان و رحیم بودن الله را زیر سؤال نبرده است؟ خالق را به مخلوق قسم دادن توهین به خالق نیست؟ یک پادشاه را به بنده اش قسم دادن دلیل بر تحقیر پادشاه نیست؟ هنگامی که الله ضمانت اجابت دعا را بدون واسطه داده است، چه حاجت به واسطه گرفتن؟ کاش کمی بیاندیشیم. پروردگاری که از رگ گردن به ما نزدیکتر است و رحمتش به بندگانش از ترحم مادر به فرزندش بیشتر است، پس با این صفات چه لزومی برای قسم دادن او تعالی به مخلوقش هست؟ چون این نوعی از توسل نامشروع می باشد، زیرا دلیلی از کتاب و سنت نبوی دال بر صحت آن نیست. این گونه وسیله جستنها اندک اندک راه را برای مقدس دانستن افراد هموار ساخته و سبب می شود که به انسانها صفات و ویژگی های الهی دهند و بدین ترتیب رابطه بندگان با الله اندک اندک کمرنگ می گردد تا اینکه سرانجام به طور کلی این رابطه از بین می رود و تنها از این واسطه ها کمک و یاری می جویند و معبود واقعی را از یاد می برند. پس این توسل حرام و نامشروع است.